افسانه هفت پیکر فصل سوم فتنه شوق شکار باز هم بهرام را به دشت و صحرا کشانده بود و آنطور که پیدا بود تنها گورها بودند که شاید چشم دیدن او را نداشتند چرا که از بند هر کسی می توانستند بگریزند جز بهرام که تیرش ردخور نداشت و می توانست به راحتی در تاریکی شب هم خطهای سیاه گور را تشخیص دهد اما عجیب بود که ناز شستش در برابر ناز فتنه آب و رنگی نداشت و تنها او بود که آن همه هنرمندی را میدید و لب به تحسین نمی گوشود. شاید به قول بهرام شکاری به آن بزرگی در چشم تنگ این کنیزک چینی نمی گنجید و یا آنقدر مغرور بود که خود به آفرین و ستایش نیاز داشت چه رسد به این که کسی را تحسین کند که در واقع خودش سید او بود و در دام دلبری و تننازی او دست و پا می زد. گونه ای که شاه جوان لحظه ای نمی توانست از او دور باشد و حتی هنگام شکار هم او را همراه خود به شکارگاه می برد. دختر زیبایی که جز دلبری و اشوگری مجلس آرای بزم شاه هم بود و آنچنان زیبا و دلنشین نقم سرایی می کرد که گویی مرغی بهشتی است که میخواند و به چشم شاه چنان میآمد که گویی کپ کیست که می خرامد فتن نامی هزار فتنه در او فتنه شاه و شاه فتنه بر او تاز رویی چو نوبهار بهشت کش خرامی چو باد بر سر کشت با همه نیکویی سرود سرای رود سازی به رقص چابک پای ناله چون بر نباگ رود آورد مرغ را از هوا فرود آورد بیشتر در شکار و باده و رود شاه از او خواستی سما و سرود ساز او چنگ و ساز خسرو تیر این زدی چنگ و آن زدی نخجیر هرچه چه مهارت و دقت بیشتری در شکار گور نشان میداد، فتنه کمتر به او توجه میکرد و چنان رفتار میکرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. بهرام از این رفتار عجیب و مغرورانه کنیز خود خشمگین بود و نمیدانست با او چه کند. با درماندگی و در حالی که با انگشت شکاری را به فتنه نشان میداد پرسید بگو این گور وحشی را چگونه شکار کنم که در خور تحسین و ستایش تو باشد فتنه که گویی منتظر چنین فرصتی بود بیدرنگ جواب داد باید سر و پای این گور را به هم بدوزی و کاری کنی که سم این حیوان در گوشش بماند ظاهر امر کاری غیر ممکن بود و فتنه با خود اندیشیده بود که شاه هرگز نمیتواند چون این کار عجیبی را انجام دهد. اما بهرام که ناسازگاری و بهانگیری فتنه را میدید به فکر چاره افتاد. ابتدا مهره ای را با کمان چنان با دقت و زرافت به سوی گور پرتاب کرد که درست در گوش او جای گرفت و در این حال سید بیچاره میخواست مهره را با سمش از گوش خود بیرون آورد که ناگهان تیری هر دو را به هم دوخت و گور در همین حال به زمین افتاد واقعا شگفتانگیز بود بهرا مغرورانه منتظر واکنش فتنه بود و مغرورتر از او فتنه بود که باز همچون گذشته چشم خود را به روی آن همه هنرمندی بسته بود و این بار هم سخنی در ستایش و تمجید از شاه بر زبان نیاورد. شاه با درماندگی پرسید میبینی که هرچه خواستی انجام دادم اما تو باز هم خاموش مانده ای. آیا این هم در خور ستایش نیست؟ فتن با خونسردی گفت شاه بزرگ خود بهتر می داند. هنری که از روی تجربه و تعلیم به دست آمده باشد، امر عجیبی نیست و هر کس می تواند با تمرین مداوم هر کار سختی را انجام دهد. این کار ظاهرا شگفتانگیز هم از قوت و زور بازو نیست چرا که به تمامی نتیجه تجربه شاه در تیراندازی است. هر چه تعلیم کرده باشد مرد گرچه دشوار شد تواند کرد رفتن تیر شاه بر سم گور هست از ادمان نه زیادت زور گستاخی فتنه بهرام را چنان به خشم آورد که یک لحظه خواست همانجا سر از تنش جدا کند اما با خود اندیشید که کشتن یک زن از جوانمردی نیست و نمیتواند صورت خوشی داشته باشد. به ناچار فتنه را به سرهنگی از سران سپاه خود سپرد تا او را برده و در جایی دیگر حلاک سازد. سرهنگ نیز فتنه را به خانه خود برد اما به التماس و خواهش او از کشتنش خودداری کرد چرا که برق عشقهای آن دختر بیگناه بسیار نافذتر و قوی تر از تیزی شمشیر سرهنگ بود و همان بود که باعث نجاتش شد و سرهنگ را بر سر رحم آورد. فتنه می دانست که شاه از روی خشم و هیجان تصمیم به کشتن او گرفته و خیلی زود از کار خود پشیمان می شود وگرنه چگونه راضی می شود به این سادگی بهترین مونس و غمخوار خود را از دست بدهد. مدتی بعد سرهنگ به خدمت بهرام رسید و به دروغ خبر کشتن فتنه را به او داد. اما همچنان که فتنه به او گفته بود، معلوم بود که شاه پشیمان شده و آن زمان بسیار افسوس می خورد که ای کاش آن تصمیم خردانه را نمی گرفت و مثل گذشته ناز و اتاب یار پری چهرش را آشغانه می کشید. و اندکی از خود شکیبایی به خرج میداد و خیشتنداری میکرد ظاهرا فتنه از بارگاه شاه جوان برخواسته بود اما فتنه و آشوبی که در دلش خانه کرده بود اینک در قصر زیبای سرهنگ بود و به شادکامی و خورمی زندگی میکرد روزی همچنان که در ایوان بلند کاخ به تماشای باغ و صحرا نشسته بود ناگهان فکری به خاطرش رسید. او باید حرفی را که زده بود به کرسی می نشاند و ثابت می کرد که بهرام هنوز هم اشتباه می کند و باید به چشم خود ببیند که کار نیکو کردن از پر کردن است. پیدا بود که نقشه در سر دارد. آرام از پله های کاخ پایین آمد و ساعتی بعد آرامتر و سنگینتر از گذشته بازگشت. اما این بار تنها نبود. گوساله کوچکی را که تازه به دنیا آمده بود، بر دوش گرفته و در همین حال از پله های قصر بالا می رفت. چیزی به پایان راه نمانده بود و فتنه با خود زمزمه می کرد. پنجاه و هفت، پنجاه و هشت، پنجاه و نو و شست. که آخرین پله و برای بازگشت اولین پله بود و هر روز تکرار این اول و آخر تا چند سال که فتنه بود و گاوی قوی هیکل که همچنان بر دوش او بود و دیگر پس از این همه بالا و پایین رفتن مانند فتنه به خوبی می توانست پله های کاخ را به شمارد. همه چیز آماده بود و فتنه سرهنگ را آگاه کرد که اکنون بهترین زمان برای ملاقات با شاه است. سرهنگ در تدارک جشن میهمانی شاه بود و فتنه در اندیشه دیدار یار دیرین خود که بیاید و این بار زبان به تحسین فتنگریش باز کند. شاه جوان که به قصد شکار بیرون آمده بود، اکنون به نزدیکی قصر سرهنگ رسیده بود. و این بهترین فرصتی بود که سرهنگ می توانست او را برای دیدن کاخ و اجرای نقشهی که تنها او و فتنه از آن آگاه بودند دعوت کند. بهرام به خواهش سرهنگ به خانه او رفت. خانه ای که بسیار موجب شگفتی او شد و دوباره خاطره کاخ خورنق را در ذهنش بیدار ساخت و در حالی که از پله های ایوان قصر بالا می رفت، خطاب به سرهنگ گفت جایگاهی زیبا و خوشمنظره داری، اما بسیار بلند و مرتفع است و تو در ایام پیری هرگز نمی توانی از این همه پله به بالای کاخ بروی. سرهنگ درست منتظر چنین فرصتی بود که به مطلب اصلی را به گوش شاه برساند. برای همین پاسخ داد پادشاه بلند مرتبه هموار جوان و شادکان باشد. من یک مرد لشگری هستم و هیچگاه در برابر چنین پایه بلندی درمانده نخواهم شد. اما عجیب این است که در قصر من دختری جوان هست که هر روز گاوی قوی هیکل را از این شست پله بالا می آورد. و هیچ گونه احساس رنج و سختی نمی کند و من هرگز گمان نمی کنم در میان مردان جنگی شاه پهلوانی باشد که بتواند این گاو را حتی از زمین هم بلند کند چه رسد به اینکه مانند این زن چون این کار شگفتانگیزی انجام دهد و گاو را تا بالای پله ها برساند بهرام را می دیدی انگشت به دهان و حیرت زده چنان مانده بود که گفتی زبانش بند آمده است. با تعجب پرسید چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر اینکه سحر و جادو باشد. تا به چشم خود نبینم هرگز باور نمیکنم. هنوز حرف شاه تمام نشده بود که چشمان حیرت زدش نزدیک بود از حدقه بیرون بزند. خوب دقت کرد. در میان پله ها زنی خوشاندام را دید که صورت خود را پوشانده بود و در حالی که گاوی بزرگ بر دوش داشت به سوی او پیش میرفت. لحظه بعد نزد شاه رسیده بود و بهرام هنوز نمی توانست آنچه را میدید باور کند. زن در حالی که گاو را از دوش خود به زمین میگذاشت با ناز و کرشمه پرسید، آیا سرورم در مملکت خود؟ کسی را می شناسد که بتواند به زور یا تدبیر این گاو را به پایین کاخ ببرد؟ بهرام که سعی می کرد هیجان و اضطراب خود را پنهان سازد جواب داد این از زورمندی و قوت تو نیست بلکه از روی تجربه و تعلیم حاصل شده و تو به تدریج خودت را به این کار عادت داده ای. پاسخ شاه دقیقا همان چیزی بود که فتنه منتظرش بود. بیدرنگ جواب داد شاه جوان به سلامت باشد. پس چگونه است که این کار از روی تعلیم و تجربه است و شکار گور به گمان شاه از زورمندی و قوت بازوست. گفت بر شه قرامتی است عظیم. گفت تعلیم و گور بی تعلیم. من که گاوی برآورم بر بام به تعلیم بر نیارم نام چه سبب چون زنی تو گوری خورد نام تعلیم کس نیارد برد بهرام همه چیز را دریافته بود و زمانی که زن چهره خود را گشود نمیتوانست باور کند که این زن همان فتنه چند سال گذشته خودش باشد که با بیمهری دستور قتلش را داده بود و اینک دوباره برخواسته و فتنه درونیش را بیدار کرده بود. شاه بسیار عذر خواست و با مهربانی و لطف از او دلجویی کرد. فتنه که شاه را سرابها گوش می دید دوباره شروع به سخن گفتن کرد و در جواب مهربانی شاه گفت پوشیده نیست که دوختن سر یک گور وحشی به راستی کاری شگفتانگیز است و آن روز که شاه چون این هنری از خود نشان داد حتی آسمان هم بر دستانش بوسه زد و فرشتگان تحسینش کردند اما این که چرا من در آن روز لب به تحسین شاه نگشودم تنها به این سبب بود که هرگز نمیخواستم گزند یا چشم زخمی به شاه برسد من در آن لحظه شگفتانگیز چشم خود را بستم زیرا می ترسیدم که از روی تعجب سخنی بگویم و موجب آزردگی شاه گردم. من که بودم در آن پسند صبور چشم بد راز شاه کردم دور. هرچرا چشم در پسند دارد، چشم زخمی در او دارد. بهرام پس از این ماجرا سرهنگ را گنج و گوهر فراوان بخشید و همراه فتنه که از آن پس نه یک کنیز که بانوی خاص حرم او گشته بود روانه بارگاه خود شد و سالها با هم به عیش و کامرانی به سر بردند.